درود بر همیهنان ارجمند، بینندگان برنامه آنلاین از شبکه کانال یک. خوشحالم فرصت دیگری شد تا با یکی از برنامه های آنلاین در خدمتون باشم. اگر که برنامه دو هفته پیش، سه هفته پیش و هفته پیش رو در خاطرتون باشه، آغاز کردیم با برخی از دوستان و هماندیشانی که آگاهی و اطلاعات کامل و جامعی در پیوند با برخی حرکت‌های موذیانه و نفاق افکنانه در کشورمون دارند، حرکت‌هایی که می‌کوشه با به هر حال بهره‌گیری از اهرمایی که بیگانگان در اختیارش قرار دادن با تبلیغات مسموم وحدت ملی ما و تمامیت ارضی کشور رو هدف قرار بگیره، مقابله بکنیم، افشاگری کنیم. ما فکر می‌کنیم که خیلی خیلی از مسائل برمیگرده به ناآگاهی و به تبلیغات مسموم. اگر که توی یک فضای خیلی مناسبی حقایق گفته بشه، مطالب درست در ارتباط با کشورمون، در ارتباط با ملت گفته بشه، امکان یک همچین تبلیغات سوی رو از دشمنان کشور میگیره و نمیگذاره که کسانی هم به نوعی آلت دست بشن و ناخواسته بیفتن توی جریانی که ممکنه هم برای خودشون و هم برای دیگر هم‌میهنانشون آسیب رسان و حتی مهلک باشه. در برنامه دو هفته پیش با جناب بهمن کسان همراه بودیم، یکی از هموطنان ما در آذربایجان، در استان آذربایجان شرقی، گفتگو کردیم در ارتباط با برخی از ترفندها و تبلیغات این جریانی که ما به عنوان پانترکیست میشناسیم و هیچ کسی بهتر از خود بچه های آذربایجان، بچه اردبیل، بچه های تبریز، ارمیه، زنجان و خیلی جاهای دیگری که با اینجور آدم ها به هر حال به نوعی آشنایی پیدا میکنن، نمیتواند که دست اینها رو رو کنه و اگر تبلیغات و شالاتان بازی هایی رو از سوی اینا میبینه بتونه افشا کنه. به هر حال هدف این است که از خود بچه های ایران دوست و خبره مسائل مربوط به مناطق مختلف کشورمون بهره بگیریم، بتوانیم تا حد زیادی روشنگری کنیم و تو این وضعیتی که کشور ما دچار هزار یک مشکل هست، نگذاریم یه مشکل بسیار بسیار اساسی تر و سترکتری برش افسوده بشه. من به روال دو هفته پیش دوباره خوش آمد میگم به جناب بهمن کسان، هم‌اندیش و هم مسلک و هم میهن ارجمندمون. بهمن گرامی، درود بر شما و به برنامه خوش آمدید. سپاسگزارم شاهین گرامی. عرض درود و ادب خدمت شما و بینندگان برنامه آنلاین و همچنین بینندگان شبکه کانال یک، در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم. ما دو هفته پیش بهمن گرامی بحث رو رسوندیم به جایی که به یکی از تبلیغات بسیار مهمی که جریانات قومگرا در ایران میکنن، حالا جریانات قومگرا چه در آذربایجان، چه کردستان، چه در خوزستان، و اون برمیگرده به مسئله بهانه‌ای به نام زبان مادری و در حقیقت علم کردن این مطلب برای تضعیف زبان ملی و زبان پیوندی ما که زبان فارسی است، نه به عنوان زبان استان یا استانهای ویژه‌ای از ایران، بلکه به عنوان زبانی که نه تنها ایران کنونی بلکه خیلی گستره بزرگتر از ایران کنونی، یعنی ایران شهر تاریخی، در یک دوره‌ای به هر حال در این با این زبان گفتگو می‌کرده، از آسیای میانه بگیرید تا مناطق بزرگی از میان رودان و از منطقه قفقاز بگیرید تا کرانه‌های جنوبی خلیج فارس. در مورد زبان فارسی بهمن گرامی، آنچه که قومگرایان تبلیغ می‌کنن و می‌کوشن که عده‌ای رو با این مطلب اغفال کنن، مسئله این است که این زبان فارسی بر مردم مناطق مختلف ایران تحمیل شده، یعنی انگار یک چماقی برداشته شده و با این چماق بالا سر
ایرانیان ایستادن و ازشون خواستن که فارسی سخن بگن، فارسی بنویسن، فارسی سند منتشر کنن، فارسی شعر بگن و مسائل دیگه. به اینجا رسیده بودیم. در این مورد میخواستم که این جستار رو با هم پی بگیریم. اگه ممکنه از جایی که تقریبا بحث ما تمام رها شد از دو هفته پیش، خواهش میکنم ادامه بده تا با هم جلو بریم. خواهش میکنم شاید نگیرم. در این خصوص باید خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم پیشینه زبان فارسی خب بسیار دیرینه تر از این حرف هست. ما سوای این که میدونیم اطلاعاتی در دست داریم که زبان فارسی از 2500 سال پیش در فلات ایران اسناد نوشتاری ازش در دست هست و باید به این نکته هم اشاره بکنیم که تنها زبان از خانواده زبانهای ایرانی هست که پیوسته از سه دوره باستان، میانه و نوع این زبان ما اسناد نوشتاری در دست داریم. وقتی که این پشتوانه تاریخی رو در مد نظر قرار میدیم، میبینیم که این گسست و این عدم وجود چطور میگم پیوستگی به هیچ عنوان شامل حال زبان فارسی نشده و حتی در دوره بعد از اسلام به جز صده های ابتدایی که خب سنگینی زبان عربی رو شاهد هستیم، دوباره اون بازیابی انجام میشه و نکته مهمتر اینه که این بازیابی توسط اقوام و مردم خود ایران، چرا که شما بهتر از من آگاهی دارین به جز نواحی شرقی و جنوب شرقی کشورمون و در مقطع شمال کشورمون، بقیه حاکمان فلات ایران طی هزار سال گذشته از اقوام آسیای میانه و دارای تبارهای ترک تبار و زبان مادری و به اصطلاح گویش مادریشون زبانهای غیر از زبانهای ایرانی بوده، ولی این پیوستگی و این انتخاب مردم و انتخاب فرهیختگان از مناطق مختلف ایران باعث شده که زبان فارسی این حضور رو در طی به ویژه هزار سال گذشته به طور مستمر داشته باشه. برای این نمونه فقط میخوام از آذربایجان مثال خدمتتون عرض بکنم. علاوه بر این که قدیمی ترین سند مربوط به زبان فارسی در آذربایجان در شهر خیاب اردبیل قرار داره با قدمت حدود 1700 سال و برمیگرده به دوره ساسانی و زبان فارسی میانه، یک کتیبه است که در اونجا ما در دست داریم و در دهه 40 خورشیدی این کتیبه ترجمه شده، توسط اداره میراث فرهنگی اون مقطع ثبت شده و ترجمه شده و همه چیزش در دست است. وقتی که به بعد از اسلام مراجعه میکنیم، میبینیم که در ذکری از حضور زبان فارسی در آذربایجان میره در تاریخ طبری خیلی پیشتر از خیلی جاهای دیگه ایران. اینو میخوام توجه شما و بینندگان عزیز رو بهش جلب کنم. طبری در زید وقایع 235 قمری، یعنی بیش از 1200 سال پیش، یعنی بیش از 1200 سال پیش خبر از شخصی میده به اسم محمد ابن بیس. من نمیخوام در مورد این شخص و اینکه چطوری به حکومت رسیده در آذربایجان توضیحات بیشتری بدم، چرا که وقت برنامه‌مون رو می‌گیره، فقط به این نکته اشاره می‌کنم که یکی از حاکمان محلی آذربایجان بوده، در مقطعی به همکاری با بابک متهم بوده و بعد از سقوط بابک این شخص توسط مأمورین متوکل عباسی دستگیر و به عراق منتقل میشه جهت محاکمه. در این نکته در اینجاست، متوکل عباسی از مشاورش میپرسه که این شخص کیه که آوردین؟ بهش توضیح میدن که در آذربایجان حاکم محلی بوده، در مقطعی با بابک همکاری داشته و میگه کمالات چی داره. متوکل عباسی از مشاورش میپرسه، مشاور میگه که این شخص اشعاری به پارسی میسروده که پیران مراغه، شهر مراغه، اون اشعار رو از حفظ بلد بودن. این خیلی نکته مهمه، یعنی اولین حضور زبان فارسی، سندی که در دستمونه، برمیگرده به بیش از 1200 سال پیش. درسته اون اشعار این شخص یعنی محمد ابن بیس الان در دستمون نیست، ولی ذکر این واقعه در تاریخ طبری به روشنی اومده. ذیل وقایع 235 قمری که میشه دقیقا بیش از 1200 سال پیش، یعنی 1200 سال پیش فردی که به هر حال دانش آموخته است و از نخبگان جامعه محسوب میشه که حالا دستگیرم شده و داره به بغداد برده میشه به دلیل همکاری بابک خرمدین، پارسیگویی بوده که چامه ها و اشعارش رو به فارسی میگفته. خیلی جالبه، چون شما ممکنه به زبان سخن بگی ولی برای اینکه به اون زبان شعر بگی باید خیلی بر اون زبان مسلط باشی. ما
من الان انگلیسی صحبت میکنم برای اینکه خب 17-18 سال تو کشور انگلیسی زبان بودم، ولی اونقدر چیرگی بر این زبان ندارم که بتونم شعر بگم. در نتیجه نشون میده که هم محمد ویس و هم اهالی مراغه که این اشعار رو میخوندن، این زبان رو زبانی بوده که باش خیلی راحت بودن و زبانی بوده که اگر از خراسان حرکت کرده تقریبا تمام مناطق ایران رو شاید نشاید تحقیقا بر اساس خودآگاهی ملی مردم در بر گرفته. چون وقتی مردم احساس میکنن، ملتی احساس میکنه بر اساس اون خودآگاهیش که نیاز بر چنگ زدن به یک اشتراکاتی است برای ماندن در طوفان تاریخ، میاد و یا یه مراسمی مثل نوروز و مهرگان اینها رو نگه میداره، یا میره یک شاهکار حماسی و اسطوره‌ای رو خلق میکنه میآفرینه مثل شاهنامه و نگرش میداره، و یا در کنار اینها میاد یک زبان پیوندی در حقیقت چنگ میاندازه تا بتونه خودش رو حفظ کنه. یعنی زبان فارسی در کنار شاهنامه، در کنار جشنهای ایرانی میاد یه مجموعه میشه که در حقیقت ملات پیوندهنده مردم فلات ایران میشه. همین گونه هست دیگه بهمن گرامی. نه دقیقا شاهین گرامی، نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه زبان مردم آذرآبادگان در اون مقطع تاریخی مشخصا پارسی امروزی نبوده. یکی از زبانهای ایرانی ناحیه شمال غربی که به عنوان پهلوی میشناسین، بازمانده زبان اشکانی، هم خانواده با زبانهای گیلانی، مازندرانی، تاتی، تالشی، کردی امروزی. یعنی زبان بومی مردم آذربایجان در اون مقطع هم حتی خود فارسی امروزی نبوده، چون میدونیم که زبان فارسی یکی از زبانهای خانواده ایرانی متعلق به زیرشاخه جنوب غربیه. اما این پیوستگی تاریخی، ببینیم پیوستگی تاریخی بسیار مهمه. وقتی شما از 2500 سال پیش برای نگارش کتیبه هاتون، برای دستورهاتون، برای ادبیاتتون، برای مسائل جدی و ملی و برای ارتباط با همدیگه از این زبان بهره گرفتی، این پیوستگی تاریخی سبب شده که به صورت اتوماتیکوار این زبان از طرف مردم پذیرفته بشه. و بلافاصله بعد از این موضوع، یعنی محمد ابن بیس و این ذکری که در تاریخ طبری اومده، خیلی جالبه، فردوسی بزرگ در سال 400 قمری شاهنامه رو در طوس تموم کرده، بیش از 1000 سال پیش. بلافاصله به فاصله 20 سال قطران تبریزی در تبریز شعر به فارسی گفته. نه عطاری هست، نه خیامی، نه مولوی، نه سعدی، نه حافظی. این نکته بسیار مهمیه. و یکی از آثار سترگ اوایل قرن پنجم رو آفرید قطران، یعنی شعراش بسیار قوی و دارای ارزش ادبی هم هستن. این به چی اشاره داره؟ به اینکه قطران که از مریخ نیومده، اهل شاداباد، یه روستای چسبیده به تبریز، برای مردم مخاطبش هم مردم بوده، برای مردم شعر گفته. و بعد از قطران هم این سلسله شاعرانی که فارسی گو بودن در شمال غرب فلات ایران همچنان ادامه پیدا میکنه. نظامی گنجوی، خاقانی شروانی، مهستی گنجوی، همام تبریزی، بابا فرج تبریزی، ابوالمجد تبریزی و اسمهایی که با شمارش تموم نمیشه. درست. این نشان از این پیوستگی داره، این نشان از این داره که مردم و نخبگان جامعه این اشعار رو پذیرفتن. ما تحقیقاتی که ادبی ادیبان و زبانشناسان انجام دادن تقریبا برامون روشنه که حتی زبان مادری حافظ و سعدی هم پارسی امروزی نبوده، بلکه لارستانی بوده از زبانهای جنوبی ایران که درسته هم خانواده با پارسیه، ولی دقیقا مطابق با پارسی امروزی ما نیست زبان لارستانی، ولی باز زبان پارسی رو برای گویش، برای شعرشون، برای ادبیاتشون برگزیدن. این نکته بسیار مهمیه که باید بشه. حتی اگر بهمن گرامی یه مقدار عقب‌تر بریم از دوره سعدی و حافظ، همزمان با زمان فردوسی و حتی پیش از فردوسی در قرن سوم و چهارم هجری هم میبینیم که زبان مناطق مثلا مثل استان فارس کنونی هنوز عمدتا پهلوی است، ولی زبان فارسی میاد و میشه زبان پیوند مردم استان فارس با خراسان بزرگ، با تبرستان، با آذربایجان، با سیستان. یعنی علارغم همچنان که اشاره کردید زبانهای موجود در گستره ایران از خانواده زبانهای ایرانی است، حالا چه پهلوی بوده، چه تاتی بوده، چه تالشی بوده،
چه خوزی بوده، ولی این فارسی دری است که به نظر میاد با یه قرارداد نانوشته ای ایرانیان زبان رو بر میکشن تا بتوانن با این زبان هم تولید اندیشه بکنن، تولید فرهنگ بکنن و با هم اون همبستگی رو حفظ کنن. من فکر میکنم بر اساس اون چی که حمدالله مصطفی نوشته و به نظر میاد خیلی دقیقه، تمام زبانهای آن هنگام فلات ایران زبانهایی از خانواده زبانهای ایرانی است. همچنان که گفتید در آذربایجان کسی موقع ترکی صحبت نمیکرده، ولی به جز یه استثنا که زبان سریانی است که زبان کلیسای نستوری بوده، کلیسای ایرانیان بوده که از شاخه زبانهای به اصطلاح سمیتیک یا آرامی بوده، همه زبانها زبان خانواده ایرانی از خانواده زبانهای ایرانی بوده، ولی زبان فارسی برکشیده میشه برای همون مطلبی که عنوان کردیم، برای مسئله مطلب حفظ ایران و حفظ هویت ایرانی. و خیلی جالبه که بعدن حالا با فاصله زمانی هنگامی که فردوسی در حال پایان شاهنامه هست، به مرور غزنویان به عنوان نخستین دودمان ترک تبار در ایران به قدرت میرسن که سلطان محموده، و از آن به بعده که ما حضور اقوام آسیای میانه، اقوام زرتشت رو به عنوان به صدا کسانی که قدرت رو در دست دارن میبینیم، و از اونجا به بعدم اگر قرار باشه مسئله تحمیل زبان باشه توسط حکومت، تحمیل زبان توسط دولت مردانی که خودشون ترک تبارن یا ترک زبانن، به بقیه مردم کاملا بی‌معنی است. برعکس میبینیم خیلی از اینا میاین و از زبان فارسی حمایت میکنن، و همون دلیلی که شما فرمودید. درست میگم بهمن گرامی؟ دقیقا. ببینین شاین گرامی، نکته که وجود داره، اقوام کوچرو و ترک‌تبار آسیای میانه وقتی که وارد فلات ایران میشن با یک کاخ و با یک سرای زیبای فرهنگی روبرو میشن، شاید به ظاهر ویرانه باشه بر اثر حمله ها و هجوم ها، ولی از نظر فرهنگی، از نظر ادبی، از نظر تمدنی بسیار غنیه و واقعا یارای مقابله و چیرگی بر این فرهنگ رو ندارن، چون که با خودشون توشه‌ای در این زمینه نیاوردن. اصلا دلیلی نداره مقاومت کنه جز پذیرش و قبول کردن این فرهنگ و این زبان، هیچ راه دیگه‌ای نداره. تمام این اقوامی که اسمشون رو بردیم، چه غزنویان، چه سلجوقیان، چه خوارزمشاهیان، ایلخانیان، زبان رسمی دیوانی و نوشتاریشون مشخصا پارسی بوده و تا همین اواخر پیوسته این برقرار بوده در دوره صفویه، در دوره ملوک و طوایفی و دوره حکومت‌های محلی مثل آقونلوها، قرقونلوها، قاجاریان، افشاریان، زندیان که خب یک دودمان ایرانی بودن. مشخصا این تمام توی این مراحل، حتی با وجود اینکه گاهن تبار و گاهن پشتوانه غیر ایرانی هم داشتن، ولی زبان فارسی رو به عنوان زبان مشخص دیوانی، نوشتاری، ملی و اینکه بتونن چیز رو با اون ثبت کنن انتخاب کردن. بهمن گرامی، با توجه به اینکه این مطلب تقریبا یک مطلب مستند و با ده ها گواه تاریخی است که زبان فارسی تحمیل نشده به ایرانیان، بلکه اراده ملی باعث برکشیدن این زبان به عنوان زبان ملی و پیوندی شده، و در تمام طول این سالها، در این هزار و اندی سال گذشته، هر جای سندی قرار بود منتشر بشه، به قول قدیمی ها بنچاقی اگر بود، اگر وصیت‌نامه‌ای بود، اگر سند ازدواجی بود، اگر حتی نوشته رو سنگ قبری بود، اگر یه بیانیه رسمی بود، اگر به هر حال کار ادبی بود، میبینیم که عمدتاً به همین زبان فارسی بوده در هر نقطه از ایران که انجام شده. بنابراین امروز پیش کشیدن این بحث زبان مادری و علم کردنش در برابر زبان فارسی چیست و به دنبال چه هدفی است؟ شاین گرامی، در اینجا یک غیرسازی و دگرسازی وجود داره، یعنی اینها همه ابزار و پایه‌های جدا کردن هستند. ابتدا جدا کردن، ابتدا از بحث‌های فرهنگی ایجاد میشه، چون که ببینین ریشه‌هایی که وجود داره انقدر محکم و سترک هستن که
واقعا نمیشه روشون مانور خاصی داد. به طور مثال هر طوری که تو سمنان مراسم دفن و کفن انجام میشه، تو آذربایجان هم همون مراسم برگزار میشه. پدر بزرگ بنده صحبت از عروسی 7 شب و 7 روز میکرد که من خواندم دیدم در سمنان و در سیستان و بلوچستان هم همچین عروسیایی بوده. و بماند فاکتورهای خیلی مهمی به مانند نوروز و چهارشنبه سوری و جشن صده و جشنهایی که شاید اسمهای دیگری در آذربایجان داشته باشه، ولی عنوان و مناسبت ها همون. وقتی در این موارد شما با شکست مواجه میشی، بحث دینی هم یه فاکتورشه. بالاخره به عنوان مرکز تشیع ایران، آذربایجان مرکز تشیع ایران، وقتی تو این موارد شما با شکست روبرو میشی و نمیتونی خیلی مانور بدی به این موارد، میان بحثایی رو علم میکنن که به ظاهر به هیچ عنوان حساسیت خاصی نداره. خب طرف میگه که من یه حقی دارم و پی اون حقم. این نکته رو هم اشاره بکنم، این حق کاملا خودساخته است. در هیچ کجای دنیا، خیلی روشن و در برنامه شما خدمت بینندگان عرض میکنم، در هیچ کجای دنیا و بر اساس هیچ قانونی، هیچ منشوری، هیچ دولتی موظف به آموزش زبانهای محلی نیست. تنها دولت ها مکلفن که از تکلم و حرف زدن به زبانهای محلی جلوگیری نکنن، یعنی مجبور نکنن کسی رو که آقا تو به این زبان حرف نزن، تموم شد رفت. هیچ دولتی بر اساس قانون اساسی چه قبل از 57 ایران و چه بعد از 57 ایران هم یه همچین تکلیف بر روی دولت گذاشته نشده. اصل 15 قانون اساسی دولت فعلی هم میگه زبان ملی، نوشتاری، آموزش ایران فارسی است. در کنار اون تدریس ادبیات زبانهای محلی داد است. یعنی هیچ وظیفه‌ای بر روی دوش دولت شما مداره. به من گرامی صدای شما یکی قطع شد، یا حق بودن این موضوع از نظر قانون. به من گرامی صدای شما الان یه ذره قطع شد. اون جمله که اصل 15 قانون اساسی بود و اگر ممکنه یه بار دیگه کامل بخونید. البته اصل 15 قانون اساسی دولت فعلی، حکومت فعلی جمهوری اسلامی به روشنی میگه زبان ملی، نوشتاری رسمی و آموزش کشور فارسی است. تمام مکاتبات باید به این زبان انجام بشه. در کنار زبان فارسی تدریس ادبیات زبانهای محلی آزاد است. یعنی این اصل به روشنی نشون میده که هیچ نوع وظیفه‌ای بر دوش دولت برای اینکه توی مدارس موظف باشه بیاد زبان محلی آموزش بده گذاشته نشده. این سخن تا اینجاست که فقط بحث تدریس ادبیاته. اینها پا رو فراتر گذاشتن و میگن ما میخوایم تو مدارس شیمی رو به ترکی بخونیم، فیزیک رو به ترکی بخونیم. یعنی سنگ رو سنگ بند نخواهد شد. فردا تو مسافرتی میخوای بریم، اگه میشه هر کسی زبانی رو در یک منطقه خودش داشته باشه و هیچ زبان مشخص و وحدتی هم بین اقوام وجود نداشته باشه. به عبارت دیگر بهمن گرامی، اگر که بخوایم مطلب یکم آماری و عددی نگاه کنیم، شما هنگامی که یک دانش آموز در هفته مثلا فرض کنید 6 روز میره مدرسه، 6 تا 4 ساعت 24 ساعت کلاس داره. خب تو این 24 ساعت داره علوم میخونه، ریاضی میخونه، جغرافی میخونه، ادبیات میخونه، کلاس هنر داره. وقتی که قومگرایان همچی خواسته یا مطرح میکنن، این ساعت‌ها که تعدادش افزایش پیدا نمیکنه. منظور این است که بیایید از ساعت آموزش به فارسی بکاهید و به جاش آموزش مثلا به زبان ترکی رو بگذارید. حالا من نمیدونم آیا اصلا اصولا زبان ترکی همچین توانایی داره که بتواند مفاهیم انتزاعی پیشرفته رو مطرح بکنه. حالا از اون که بگذاریم، این کار یعنی این که اون بخشی که آموزش به فارسی است یعنی هیچی، چون یه دانش آموز که 50 ساعت که نمیره در هفته سر کلاس، 24 ساعت میره مثلا. و خیلی راحت آموزش به زبان مادری یعنی حذف زبان ملی. و به قول شما همچنان که گفتید، نه تنها قانون اساسی، خود همین حکومت هم مطلقاً در برگیرنده این نیست که آموزش زبانهای محلی وظیفه دولته. در هیچ جای جهان این گونه نیست. کسی بخواد میتونه کلاس خصوصی ثبت نام کنه، بره بشینه کره‌ای یاد بگیره، بره بشینه اسپانیایی یاد بگیره، بره بشینه تو کلاس عرض کنم خدمتتون زبان آلمانی یاد بگیره، میتونه بره ترکی یاد بگیره یا کردی.
این دیگر اراده پدر و مادری که بچه رو ثبت نام بکنن، کلاس خصوصی است، مؤسسه خصوصی است، هیچ اشکالی هم نداره یک زبان دوم یا سوم بر آدم یاد بگیره، ولی اینکه به عنوان یک خواسته محلی اینو در بیارن، این مشخصه که یه برنامه پشت سرشه و این برنامه هم خیلی آشکار همچنان که گفتید. اگر به من گرامی موافق باشید، چون تو صحبت هم دو سه بار صحبت شاهنامه شد و میخوام به شاهنامه هم یه مقدار بپردازیم، بریم رپورتاج مسابقه شاهنامه رو که جنبش رنسانس ایرانی برگزار میکند رو با هم ببینیم. خوشبختانه داره استقبال خیلی خوبی میشه از قفقاز، از آسیای میانه و از استانهای مختلف ایران از این مسابقه شاهنامه که تو رده های مختلف هنری و ادبی است و حالا بیشتر به شاهنامه خواهیم پرداخت. امیدوارم همیانان توجه کنم به این آگهی مسابقه شاهنامه و اگر که لازمه با خودکار کاغذ، ایمیل یا آدرسی که لازمه بتونن کارشون رو بفرستند و ببینن. آگهی مسابقه رو تو 3-4 دقیقه میبینیم، برمیگردیم با بهمن گرامی این جستار رو پی میگیریم. سپاسگزارم.